سلام، من حسین هستم. من توی یک خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدم. پدر من فرد بسیار معتقدی بود و اعتقاد سفت و سختی به اسلام و به تشیع داشت و به انجام تمام مناسک اسلامی و مناسک شیعی مثل نمازهای روزانه و شرکت در مراسم عاشورا، سینه‌زنی و تمام مراسم دیگه‌ای که توی مذهب شیعه شیعیان مراعاتش میکنن. من هم به تبع توی همین خانواده رشد کردم تحت آموزش‌های پدرم و خود من هم اعتقاد سفت و سختی به اسلام و به مذهب شیعه داشتم. در نوجوانی متوجه یک نکته‌ای در اسلام شدم که ذهنم رو مشغول کرد. در شریعت اسلام همه چیز قابل خرید و فروش بود. هر چیزی رو میشد خرید. تو میتونستی نماز نخونی ولی پولش رو بدی کس دیگه‌ای به جای تو بخونه. میتونستی روزه نگیری ولی پولش رو بدی. میتونستی گناه کنی ولی پولش رو بدی. میتونستی زندگی سالمی نداشته باشی ولی توی محرم خرج غذای یک هیئت رو بدی و مردم با پولی که تو دادی غذا بخورن توی هیئت و سینه زنی بکنن و ثوابش به تو برای تو به پای تو نوشته بشه و بدون اینکه تو نیاز باشه آدم خوبی باشی با پول دادن میتونی دعا رو میتونی دعای خیر دیگران رو میتونی اعمال نیک رو بخری و احساس میکردم بهشت شده مثل یک زمین قابل خرید و فروش. حوریای بهشتی مثل نعمتهایی هستند، امتیازاتی هستند که تو با پول میتونی بخریشون و این ذهن من رو مشغول کرد. دیدم که تو حتی میتونی زندگی سالمی نداشته باشی ولی بعد از اینکه مردی بگی که توی خیابون یک دستگاه آب سرد کن بذارن و اسمت هم بالای آب سرد کنده نیستن و هر کس میاد آب خنک میخوره یک فاتحه برای تو بخونه و تو در حالی که هیچ کاری نکردی فقط پول پرداخت کردی از مزایای فاتحه خوندن دیگران برخوردار بشی و این ذهن من رو خیلی درگیر کرد و پیش خودم گفتم خدای حقیقی نمیتونه چنین دستورالعملی در برخورد با انسان داشته باشه ولی تنها دینی که میشناختم اسلام بود. وقتی که میرفتم اسلام رو زیر و رو میکردم میخوندم میدیدم نه، همه جا توضیحاتی که داده شده چیزایی که علمای دین میگن همینه و طبق دستور اسلام همین بود ولی فطرت من، ذهن من، عقل من این رو نمیتونست بپذیره. این موجب شد که من با اسلام به چالش بیفتم و شروع کنم به فکر کردن و دنبال این بگردم که ادیان دیگر رو بشناسم و ببینم که شاید جای دیگه ای دین دیگه ای وجود داره که در اون تصویر درستری از خدا به انسان بده. شروع کردم سالهای سال، شاید نزدیک 20 سال در مورد ادیان مختلف تحقیق کردم، در مورد بودیسم، هندویسم، حتی در مورد مسیحیت کتابهایی در مورد مسیحیت خوندم و به نظرم مسیحیت چیز غیر قابل قبولی اومد. توضیحاتی که توی که اون کتابهایی که من خوندم به من داده شده بود ذهن مسلمون من رو قانع نمی کرد. من از دیدگاه اسلام یک پیش فرض هایی داشتم در مورد خدا که وقتی که با تئوری های مسیحیت برخورد میکردم اون پیش فرض ها اجازه نمیداد اصلا مسیحیت رو بپذیرم. در صورت شروع کردم ادیان رو مطالعه کردن، بررسی کردن، شروع کردم تجربه کردن طریقت های عرفانی، عرفان شرق، عرفان سرخپوستی، هندی، چینی، مدیتیشن، تی ام و رفتم سراغ فالگیری، انواع و اقسام فالگیری، ایچینگ و فالهای مختلفی که فکر میکردم اینها دریچه‌ای هستن که من بتونم با عالم متافیزیک و خدا ارتباط برقرار کنم. رفتم دنبال احضار روح، فکر میکردم عالم متافیزیک جاییه که خدا اونجاست و تو به هر شکلی بتونی از این دیوار رد بشی با خدا ارتباط برقرار کرد. توی این طریقت ها که میرفتم
تجربه های متافیزیکی خاصی رو میتونستم لمس بکنم. احساس میکردم وای من انگار از یک دیواری عبور کردم و آن سوی این مرز دارم یک چیزهای جدیدی رو تجربه میکنم. ولی یه مدت که میگذشت میدیدم که درست من یک تجربه های متافیزیکی به دست آوردم، ولی اینها خدا نیستند. این تجربه ها تجربه هایی نیست که از سمت خدا باشه. این تجربه ها پشتش نیروی نیکو و سالمی نبود. بعد از یه مدت که باهاش راه میرفتی احساس خوب و سازنده‌ای نداشتی. این تجربه ها وقتی که دنبال نشانه هاش میرفتی تو رو به جای سالم و نیکویی نمیرسوندن. و سالیان سال من سرگردان بودم و تو ادیان مختلف و طریقت های مختلف و تکنیک های مختلف روحانی دنبال خدا میگشتم، تا اینکه کم کم خسته شدم و از تلاش کردن باز ایستادم و سرم رو انداختم پایین، رفتم دنبال زندگی عادی. بعد از مدتی یکی از دوستانم با من تماس گرفت و بهم گفتش که من با یک طریقت عرفانی جدیدی آشنا شدم که فوق‌العاده است، تو در این طریقت عرفانی تجربه های متافیزیکی عجیبی رو تجربه میکنی و خیلی قوی میتونی عالم متافیزیک رو لمس بکنی، قدرت های عجیب غریبی پیدا میکنی، میتونی بیمارها رو شفا بدی، میتونی افکار مردم رو بخونی و وارد به شکل قوی وارد یک دنیای فرامادی میشی. من اینقدر دنبال این چیزها گشته بودم، اینقدر ادیان و مختلف و طریقت‌های مختلف رو گشته بودم که دیگه خسته شده بودم و حوصله هیچ طریقت جدیدی رو نداشتم. گفتم که نه، من علاقه ای ندارم و هر چی بگی تمام این طریقت‌ها رو گشتم و هیچ چی توش پیدا نکردم. دوستم گفت نه، این خیلی خوبه، این یه چیز جدیده، این تو بیا فقط این رو تجربه کن. این موجب شد که من دوباره ذهنم تصمیم بگیره شروع کنم بگردم و یه چیز جدیدی رو تجربه بکنم. ولی از طرفی اون خستگی که در من جمع شده بود موجب میشد که تردید داشته باشم برای شروع. یک روز نشستم و شروع کردم به دعا کردن. گفتم که خدایا ببین، من تمامی این سالها دنبال تو گشتم و هنوز تو رو پیدا نکردم. من الان میخوام برم دوباره دنبال یک طریقت جدید و خدایا من دارم دنبال این طریقت میرم برای اینکه میخوام تو رو پیدا کنم، برای اینکه میخوام با تو ملاقات بکنم. تو برای من مهم هستی، من دارم میام دنبال تو. اگر که تو اینجا نیستی، در این طریقت نیستی، به من بگو تا من بیهوده یک راه بی حاصلی رو طی نکنم، انرژی خودم رو حرام نکنم. به خدا گفتم که خدایا من نه قدرت‌های متافیزیکی میخوام، نه توانایی‌های عجیب غریب میخوام، نه توانایی شفا دادن میخوام. من هیچ کدوم اینا رو نمیخوام، من خود تو رو میخوام. تو کجا هستی؟ بیا و خودت رو بر من آشکار کن. و یک روزی رو تو ذهنم قرار گذاشتم، یک روز جمعه ای رو، برای اینکه توی این روز برم و توی این کلاس‌های جدید، توی این کلاس‌های عرفانی که به هم معرفی شده بود ثبت نام بکنم. کلاس هایی بود به اسم عرفان حلقه، یه همچین اسمی داشت. روز تلفنی جای خودم رو رزرو کردم و قرار شد روز جمعه برم برای اولین جلسه در این کلاس شرکت بکنم. چند روز قبلش، شاید چهارشنبه یا پنجشنبه بود، من رفتم توی دفتر، توی یه اداره کار میکردم. یک کارمندی، یک شخصی بود که به تازگی توی دفتر ما اومده بود و به طور پاره وقت اونجا کار میکرد. این همکار اومد توی اتاق و کمی توی اتاق قدم زد و یک حالت کلافه ای داشت و برگشت به من گفتش که، مثل اینکه داشت با خودش صحبت میکرد، گفتش که هر چی میخواد بشه، اهمیت نداره. و برگشت به من گفتش که پاشو بریم بیرون، میخوام باهات صحبت کنم. من تعجب کردم، باهاش بیرون رفتم و رفتیم بیرون از ساختمون. به من گفتش که من این حرفی که میزنم ممکنه برای من زندگی من خطر ایجاد بکنه، ممکنه من به زندان میفتم، ممکنه کارم رو میتونم از دست بدم بابت این کار، ولی
هرچه هست باید بهت بگم. من مسیحی هستم و وقتی که کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند به اسم روح القدس میاد و در قلبش ساکن میشه و از درون قلبش با او صحبت میکنه و یه چند وقتی است که خدا از درون قلب من داره به من میگه که بیام و یک پیغامی رو به تو بدم. من مدت هاست دارم با خودم کلنجار میرم و میترسیدم از اینکه بیام این پیغام رو برسونم، برای اینکه کار بسیار خطرناکیه و بارها به خدا گفتم خدایا یه نفر دیگر رو برای این پیغام پیدا کن، برای اینکه این پیغام رو برسونه و از من بگذر، ولی روح القدس من رو رها نمی کرد و اصرار می کرد که تو باید این کار رو انجام بدی و من امروز قید هر چیزی رو زدم و خطر رو به جون خودم خریدم تا این پیغام رو به تو بدم. من خیلی تعجب کردم، حرفی که داشت می زد خیلی عجیب بود. من اولین بار بود که چنین چیزی داشتم می شنیدم، ولی به خودم گفتم که عیبی نداره، من پیغامش رو میشنوم ببینم که چی میخواد بگه. اون شخص گفتش که پیغامی که خدا برای تو داره اینه: اگر میخوای من رو ملاقات کنی، من رو فقط و فقط در عیسی مسیح میتونی ملاقات کنی. حرف این شخص خیلی عجیب بود، من شوکه شدم. اول از این که چطور یک همچین اتفاقی داره رخ میده، چطور درست چند روز بعد از این که من یه همچین درخواستی از خدا داشتم به این روشنی یک نفر اومده و داره جواب میده به من. ولی چنان وحشت کردم که نمیدونستم چی جواب بدم. فقط به خودم گفتم که اوکی، نترس، به خودت مسلط باش، هیچ کس تو رو نمیتونه مجبور به هیچ کاری بکنه، برای همین فقط جواب این شخص رو بده تا ردش کن بره، تو بعد سر فرصت میتونی فکر بکنی. به اون شخص گفتم اوکی، تو پیغامت رو به من دادی و من هم شنیدم، دستت درد نکنه، خدا نگهدار، میتونی بری و منم حرفت رو شنیدم. اون شخص گفتش که نه، خب تو پیشنهاد من این هست که بیا تا با هم دیگه جمعه، روز جمعه این هفته با هم کلیسا بریم. من گفتم که نه، من کلیسا نمیتونم، من این جمعه کار دارم، سرم شلوغه. به هم گفتش که چه کاری داری که از خدا مهمتره؟ گفتم که من یک کلاسای عرفانی هست که میخوام برم جمعه، توی از این جمعه برم توی این کلاس ها، توی این برنامه های عرفانی شرکت میکنم. دوستم گفت چه گروه عرفانی هستن؟ گفتم یک گروهی هست به اسم عرفان حلقه استاد طاهری، همچین چیزی. دوستم گفتش که من این گروه و این تفکر رو میشناسم، تفکر بسیار بسیار خطرناکیه و قویاً توصیه میکنم اصلا سراغ این گروه نری، چون برات درد سرهایی ایجاد میشه که بعداً خلاص شدن از اون درد سرها به این راحتی ها نخواهد بود. حرفش عجیب بود و من چند لحظه فکر کردم، با خودم گفتم که عیبی نداره، برای رفتن هیچ وقت دیر نمیشه، پس من فعلا تصمیم نگه میدارم و این هفته من نمیرم این کلاس ها رو شروع کنم، میرم کلیسا ببینم که مسیحیت چیه، شاید اونجا یه نشانهی پیدا کردم از خدا و متقاعد شدم و به مسیح ایمان آوردم. روز جمعه من با این شخص به کلیسا رفتم و اون روز به یاد دارم که مراسم خاصی بود، روز جمعه تو صلیب بود و کشیشی که اونجا اومد سخنرانی بکنه، موعظه بکنه، گفتش امروز روزی است که خداوند ما عیسی مسیح رو بر صلیب میخکوب کردند، او رو شلاق زدند و او بر روی صلیب جان داد و مرد و ما امروز به حضور خداوند اومدیم و نام خدا رو جلال میدیم و شکر میکنیم به خاطر فیض عظیم او. من تعجب کردم، یعنی چی؟ اینها بزرگترین شخص دینشون رو مصلوب کردن، کشتن و اینها اومدن میخوان آواز بخونن و خداوند رو شکر میکنن. این دین خیلی عجیبی بود. توی اسلام ما بابت هر چیزی عزاداری داشتیم، ولی این دینی بود که حتی مرگ در اون با شادی و سرود خواندن همراه بود. من اون روز رو توی کلیسا
مراسم رو نگاه کردم، ولی منتظر بودم خدا یک اتفاق خاصی، یک نشانه خاصی رو کنه تا من بر من روشن کنه که این مسیر درسته و من بتونم ایمان بیارم به عیسی مسیح. ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، هیچ تجربه روحانی خاصی توی کلیسا برای من دست نداد و من گفتم خب حالا بهتر صبور باشیم، شاید در آینده اتفاقی بیفته. من شروع کردم در مورد مسیحیت تحقیق کردن، شروع کردم برنامه‌های مسیحی تلویزیون رو نگاه کردم، برنامه‌هایی که توی شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شد رو نگاه کردم. توی یکی از این برنامه‌ها یه شخصی گفتش که حضرت محمد پیامبر خدا نبوده و دین اسلام هم از طرف خداوند نیست و تمامی دلایل محکمی هست برای اثبات این قضیه و کتابی هست که در این کتاب با دلایل محکم ثابت میکنه که حضرت محمد پیامبر خدا نیست. کتابی که این شخص معرفی کرد که اسمش بود کتاب 23 سال و نویسنده این کتاب علی دشتی هست. علی دشتی خودش قبلا معمم و آخوند بوده و من درسته که در مورد مسیحیت شنیده بودم، ولی هنوز یک مسلمان بودم و هنوز تصورم این بود که خب مسیحی‌ها یه عده‌ای هستن که مثلا در دینشون عقب مانده تر از مسلمان‌ها هستن، چون بر یک پیامبرشون یک کسی بوده که قبل از حضرت محمد بوده و هنوز به هدایت کامل که توسط حضرت محمد اومد نرسیدن، پس اونها از ما عقب‌ترن، ولی خب حالا اونها هم یه دینی دارن که خدا پرستان است، ما تحملشون میکنیم. ولی اینکه یه دفعه بخواد ادعا بشه حضرت محمد پیامبر اسلام نیست، من رو به هیجان آورد و من رو بر خشم آورد و من بسیار عصبانی شدم و گفتم این یک دروغ بزرگه و من باید برم این کتاب رو بخونم و دلایلی که توی این کتاب آورده رو ببینم و تک تکشون رو رد کنم، بکوبونم تو صورت نویسنده کتاب و ثابت کنم که همه این حرفا دروغه و حضرت محمد پیامبر خدا بوده. و من غیرت خاصی برای حضرت محمد و اسلام داشتم. کتابی رو که گفته بود پیدا کردنش تو ایران راحت نبود، ولی به شکل جالبی من این کتاب رو روی سیدی گوشه خیابون از یک دست فروش خریدم، یعنی یک سیدی کتاب خریدم از یک دست فروش که بعد دیدم همین کتاب هم داخل سیدی کتاب هست. من این کتاب رو شروع کردم خوندن، دیدم دلایلی از قرآن آورده که واقعا وحشتناک بود حقایقی که داشت میگفت و موضوعات که مطرح میکرد و در به عنوان سند و دلیل آیه از قرآن میوورد تکان دهنده بود و من با خودم گفتم این دروغ داره میگه، اینها دارن به اسلام دروغ میبندن، محال همچین آیه‌ای در قرآن باشه. پشتم رفتم قرآن رو آوردم باز کردم اون مطابقت کردم، دیدم نه دقیقا این همون آیه قرآن بود و حتی تفسیری که داشتن میکردن تفسیر خود علمای اسلام بود. خوندن این کتاب یک تجربه تکان دهنده بود برای من. با هر صفحش من برافروخته شدم، ناامید شدم، هیجان زده شدم و فرو ریختم. موقعی که کتاب تموم شد برای من حجت تمام شده بود که اسلام از طرف خداوند نیست و حضرت محمد پیامبر خدا نبوده و بسیار برافروخته و ناراحت و عصبانی شدم که چطور این همه سال این حقیقت بر من پوشیده بوده و من در حالی که فکر میکردم من یک آدم تحصیل کرده هستم، یک آدم اهل تحقیق هستم، همچین چیزی رو ندیده بودم و متوجه نشده بودم و چطور تونستن این همه سال سر من رو کلاه بذارن. احساس حماقت شدیدی میکردم، احساس ضرر و خسران شدیدی میکردم و حس کردم من رو بد جوری فریب دادن. با خودم عهد کردم که از این به بعد به هیچ وجه دیگه هیچ چیز رو بدون دلیل قبول نمی کنم و نه تنها بدون دلیل، حتی بدون نشانه ای از سوی خداوند قبول نمی کنم در حوزه مسائل دینی. گفتم اگر من بخوام یک اعتقاد دینی رو بپذیرم حتما خدا باید برای من یک نشانه ای بفرسته.
مدت ها گذشت، یک سال طول کشید، یک سال من کتاب میخوندم و تحقیق میکردم و منتظر بودم خدا یک نشانه آشکاری برای من بفرسته، یک نشانه‌ای که برای من حجت رو تمام کنه که خود خدا یک پیغامی فرستاده میفرسته، یک نشانه‌ای میفرسته که میگه این راه من و راه حقیقی هست. در طی این یک سال من دیدم بر اساس نوشته کتاب‌های انبیاء پیشین، انبیاء پیش از حضرت محمد، بر اساس گفتار تمامی این انبیاء و کتاب‌هایی که اونها آوردند که خود اسلام همین کتاب‌ها رو قبول داشت، عیسی مسیح تنها راه نجاته. یعنی همه این پیامبران گفته بودند که در انتظار عیسی خداوند هستند، در انتظار نجات دهنده‌ای هستند که خواهد اومد و جهان رو نجات میده و بعد از اون شریعت به پایان میرسه و دیگر هیچ دین و شریعت جدیدی نخواهد آمد و انسان‌ها به حضور خداوند وارد شدند بدون اینکه به شریعت نیاز داشته باشند. و من نگاه کردم دیدم بر اساس گفته تمامی این کتاب‌ها دینی، طریقت و راه برحق مسیحیت هست. ولی من با خودم شرطی گذاشته بودم و گفتم که نه، درسته که این کتاب‌ها بر اساس دلایل این کتاب‌ها راه حقیقی عیسی مسیح است، ولی من باید یک نشانه از خداوند بگیرم، پس منتظر میمونم تا خدا یک نشانه‌ای به من بده. یک سال به این منوال گذشت. این دوستی که به من بشارت داده بود، وقتی باهاش صحبت کردم گفتم که نه، من یک نشانه‌ای میخوام تا خداوند به من یک نشانه‌ای بده تا بپذیرم مسیحیت راه برحقه، به من گفتش که خداوند در کلام میگه ایمان بیاورید تا ببینید، نمیگه ببینید تا ایمان بیاورید، تو ایمان بیار به عیسی مسیح و عیسی مسیح به تو آشکار خواهد کرد. با این همه من یک سال صبر کردم. بعد از یک سال یک شب نشسته بودم و از دوستم شنیدم که امشب جمعه تو صلیب هست، شبی که عیسی مسیح بر روی صلیب کشته شد. به یاد آوردم اون شبی که من کلیسا رفتم جمعه صلیب بود و متوجه شدم یک سال گذشته از اون زمان و با خودم گفتم که یک سال گذشت و من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم و این خیلی بده، من باید تکلیفم رو با خودم روشن کنم، نمیشه اینطور ادامه داد. و با خودم گفتم که من شروع کردم با خداوند صحبت کردن، گفتم که خدایا من دین اجدادیم، دینی که ارث بردم از پدرم، اسلام بوده و یه روزی فهمیدم تو در اسلام نیستی و من اسلام رو انداختم دور، چون دینی که تو درش نباشی یک پوسته مرده است و من تو رو میخوام، دین و شریعت نمیخوام. امروز اومدم و به من یک راه جدیدی معرفی شده، مسیحیت و راه عیسی مسیح. من اون محمدی که پیامبری بود که من رو با تک تک دقایق کودکی به من آموزش داده بودند رو به خاطر تو دور انداختم، این عیسی مسیح رو که تازه باهاش آشنا شدم. من به این مسیح ایمان میارم ولی با تو شرط میکنم اگر در مسیح من تو رو نتونم ملاقات بکنم، شک نکن من هیچ رو درواسی ندارم و مسیح رو هم دور میدازم. و بعد از اون من شهادت ایمان دادم، در تنهایی خودم بودم و خدا، و اعلام کردم که زندگیم رو به دست عیسی مسیح سپردم. بعد از این شهادت منتظر شدم طبق اون تجربه‌ای که با طریقت‌های عرفانی قبل از اون درگیرش بودم، منتظر شدم تا یک تجربه روحانی کسب کنم، یک احساس خلسه، یک احساس گرما، یک احساسی که بخواد ثابت بکنه که یک چیزی در من رخ داده. خیلی تمرکز کردم ببینم آیا همچین چیزی رخ میده. من بعدها از بعضی ها شنیدم که موقعی که شهادت ایمان دادن تجربه های خاصی داشتن، ولی من هیچ چیزی رو تجربه نکردم. در اون لحظه خیلی دقت کردم ولی هیچ تجربه ای نداشتم. با خودم گفتم که یعنی چی شد؟ یعنی این غلط بوده. بعد گفتم خب حالا عجله نمی کنیم، مهم نیست، زیاد سخت نمی گیرم، صبر می کنم ببینم چی میشه. موقعی که این شهادت رو دادم نیمه شب بود و من خوابیدم و فردا
از خواب بیدار شدم و صبحانه خوردم، لباس پوشیدم، از خونه رفتم بیرون، اصلا فراموش کرده بودم کاری رو که دیشب انجام دادم و راه افتادم برم سر کار. تو خیابون داشتم میرفتم، وسط خیابون یه دفعه یادم افتاد که راستی من دیشب شهادت ایمان دادم و الان من مسیحی هستم. من الان یه مسیحی هستم. مسیحی بودن یعنی چی؟ مسیحی بودن چجوریه؟ و الان من چجوریم؟ دوباره به خودم توجه کردم ببینم احساس خاصی دارم، تجربه روحانی خاصی دارم. دیدم نه درونم نه گرمی نه سردی نه خلسه، هیچ چیزی وجود نداره. بعد سرم رو گرفتم بالا و آسمون رو نگاه کردم. یک تصوری در ذهنم در دلم نقش بست از اینکه خدا در آسمان داره من رو نگاه میکنه و خدا همانند یک پدر مهربان داشت به من نگاه میکرد. همیشه تصویری که از خدا توی اسلام من داشتم یک خدای قاسم الجبارین، یک خدای انتقامگر، یک خدای خشمگین، یک خدای وحشتناک بود که همیشه آماده بود من رو به خاطر گناهانم مجازات بکنه و اتفاقا انگار از این که من گناه بکنم خوشحال هم میشد، برای اینکه فرصتی دست میومد تا تیزبینی و زرنگی خودش رو به رخ بکشه و به من بگه که ها فکر کردی زرنگی میتونی گناه کنی و فرار کنی، نه من دیدمت و گناهت رو دیدم و یقت رو گرفتم و مجازاتت میکنم. انگار خدایی بود که فقط نگهبانی میکرد برای مجازات من و این اولین بار بود که یک خدای جدیدی رو میدیدم. این خدا پدر بود، با محبت داشت به من نگاه میکرد، اصلا چشمش دنبال گناه نبود، اصلا در من گناه نمیدید، پسرش رو میدید. و تصوری که از خداوند توی ذهنم اون روز اون لحظه آشکار شد یک پدری بود که با لبخند به من میگفتش که پسرم نترس، برو زندگی کن، برو زندگی تو بکن توی دنیا، من از اینجا نشستم و مراقب تو هستم و دارم تو رو نگاه میکنم. از این تصور تکون خوردم و پیش خودم گفتم که اگر مسیحیت هیچ کار دیگه ای هم برای من نکنه و فقط و فقط همین یک کار رو فقط انجام داده باشه برای من و همین یک کار بمونه برای من کافیه و اون کار آشتی دادن من با خداونده، آشتی دادن خداوند با منه و اون مشکل و دعوا و جنگ و چالش و کشمکش همیشگی من با خداوند که با وحشت ازش فرار کنم. یک طرف گناه بود که من رو میترسوند و وحشتناک بود، سمت دیگرش خدای عصبانی بود که داشت برای مجازات می اومد و من بی پناه این وسط گیر افتاده بودم و برای اولین بار هیچ کدوم اینها وجود نداشت. انگار از ابتدای عالم او خدای پدر مهربان بوده برای ما و من تا به امروز تصور اشتباهی از او داشتم. من قبل از ایمان در حالی که آدم مهربان و رئوفی بودم، در دلم چنان نفرت عظیمی نسبت به کسانی که به مردم کشورم ظلم میکنن داشتم، به پاسدار، بسیجی، آخوند، به همه این آدم هایی که فکر میکردم زندگی مردم رو نابود کردن، چنان نفرتی در من وجود داشت که این نفرت مثل اسید وجود من رو میسوزوند و من نمیتونستم ازش خلاص بشم. همیشه تو ذهنم یک لیست انتقام داشتم از آدمایی که اگه یه روزی فرصت بشه باید از اینها انتقام گرفت. همیشه یک فهرستی از شیوه های شکنجه و انتقام داشتم که اگر یه روزی بشه این بلا رو باید سر این آدم آورد، اون یکی بلا رو سر اون یکی آدم. و خودم متنفر بودم از این افکاری که سراغم می اومد ولی خلاصی ازش نداشتم. فریاد می‌زدم خدایا بدم میاد از این احساسات ولی آزاد نمی‌شدم ازش. بعد از اینکه شهادت ایمان دادم چند ماه بعد یک روز یه دفعه به خودم اومدم، دقت کردم، دیدم من دیگه نفرتی در من وجود نداره، عصبانی نیستم، متنفر نیستم، اصلا این فکرها سراغم نمیاد، اصلا تلاشی نمی کنم. قبلا تلاش میکردم و نمیتونستم خلاص بشم، بدون اینکه تلاشی بکنم این افکار رفته بودن، این احساسات رفته بودن و بدون اینکه اصلا بفهمم که اتفاق افتاد و تجربه عجیبی بود و دیدم این برای من نشانه ای شد که یک اتفاقی داره میفته درون خود من
روح من داره یک چیزی رو تجربه میکنه، روح من داره یک ملاقاتی درش صورت میگیره، یک شفایی درش صورت میگیره که حالش، حال و احوالش خودش نشان دهنده وضعیتیه که داره، تجربه‌ایه که کرده، تغییریه که کرده. تموم شد.